اسپوکن تیوتوریل در منیو اند اندپوینتس خوش آمدید. در این برنامه تنظیم کردن URL را یاد می‌گیریم. همچنین در مورد منیو منیجمنت یاد می‌گیریم. برای ضبط این برنامه من از اوبونتو لینکس آپریتینگ سیستم دروپل 8 و مرورگر اینترنت فایرفاکس استفاده می‌کنم. شما هر مرورگر اینترنتی را که می‌خواهید می‌توانید استفاده کنید. در این برنامه ما در مورد مراحل ایجاد URL پاتس مناسب برای وبسایت خود صحبت می‌کنیم. Endpoints و Aliases Endpoints URL پاتس که محتوای خاصی را نمایش می‌دهند می‌باشند. به صورت پیش‌فرض در Drupal Endpoint یک نود ما node/node_id می‌باشد. با فرستادن این به سرور محتوای نود را نمایش می‌دهد. شماره در آیدی قابل خواندن برای انسان نمی باشد. ما نمی توانیم یک محتوای خاص را با مثلا node/278162 وابسته کنیم. Endpoint قابل خواندن برای انسان به وسیله ایجاد کردن alias در دسترس می باشد. Alias یک URL پات جایگزین برای همان محتوا می باشد. ما می توانیم اصل و یا یکی از الیاسس متعدد برای نمایش همان محتوا را استفاده کنید. مثلا node/278162 و content/drupalcamp-mumbai-2015 هر دو یک محتوا را باز می‌گردانند. دومی آسان است که به یاد داشته باشید. حالا URL pattern که بتوانیم برای همه محتوا به کار ببریم را ایجاد می‌کنیم. تنظیم کردن URL paths به سه modules نیاز دارد. آن سه modules که path auto, token و ctools می‌باشند. لطفاً path auto را در سیستم خود نصب کنید. به صفحه پروژه path auto برمی‌گردید. در اینجا می‌بینید که پات اوتو به توکن و سی تولز نیاز دارد. توکن و سی تولز را نصب کنید. وقتی که این مودیولز را نصب کردید، آنها را روشن کنید. یک بار که انجام دادیم، آماده ارائه می‌باشیم. کانفیگوریشن را کلیک کنید. در این پایین در سمت چپ در زیر قسمت سرچ اند متا دیتا شما URL aliases را می‌بینید. به صورت پیش‌فرض هیچ URL aliases در دسترس نمی‌باشد. Patterns tab را کلیک کنید. دکمه Add Path Auto Pattern را کلیک کنید. Pattern Type Drop Down را کلیک کنید. در اینجا ما می‌توانیم Patterns جداگانه برای Form, Content, Taxonomy Term و User ایجاد کنیم. برای مثال من کانتنت را انتخاب می کنم. در پات پترن فیل ما باید پترن تمپلیت را فراهم کنیم. متغیرهای تمپلیت را توکنز می گویند و آنها برای هر انتیتی ایجاد می شوند. توکن مودیول این متغیرها را فراهم می کند. وقتی که براوز اویلیبل توکنز در هر فرم ورودی را می بینید شما می توانید Predefined tokens را وارد کنید. کادر پات پترن جایی که می خواهید توکن را وارد کنید را کلیک کنید. Content slash را تایپ کنید. سپس لینک Browse Available Tokens را کلیک کنید. یک پنجره پاپ باز می شود تا Available Tokens را نشان دهد. فرض کنید که ما پترن مثل Content slash Title of the Page را می خواهیم. توکن برای تایتل صفحه در زیر قسمت نودز می باشد. دکمه جهت راست در قسمت نودز را کلیک کنید. توکن نود تایتل را که توسط تایتل صفحه جایگزین خواهد شد را انتخاب کنید. این نود تایتل را در جای نشانگر در کادر فرم وارد می کند. اگر این اتفاق نیفتد، کادر و جای نشانگر را کلیک کنید. توکن را دوباره انتخاب کنید. زیر Content Type می توانید Entity Type را که باید این پترن را برای آن به کار ببریم را انتخاب کنید.
همه ی تایپس را انتخاب می کنیم که این پترن برای همه ی آنها به صورت پیش فرض می باشد. این تنظیمات برای یک تایپ خاص می تواند فوق‌العاده شود. مثال، ما می توانیم usergroup/node_title را ایجاد کنیم و آن را برای user group به کار ببریم. در label field شما content title را تایپ کنید، دکمه save را کلیک کنید. اینجا می توانیم پترن جدید را که ایجاد کرده ایم را بررسی کنیم. این پترن می تواند برای ایجاد URL aliases برای همه محتوای تازه اضافه شده به کار برده شود. اما این URL aliases برای محتوای موجود ایجاد نمی کند. برای به کار بردن آن برای محتوای موجود Bulk Generate tab را کلیک کنید، Content Type را انتخاب کنید و دکمه Update را کلیک کنید. این شروع به ایجاد کردن URL aliases می کند. بستگی به تعداد محتوای موجود زمان می برد. حالا لیست تب را کلیک کنید. ما آن URL aliases را برای محتوای خود می بینیم. هر نود در سایت ما یک سیستم پاد از /node/node_id دارد. URL alias سه جدید در اولین ستون alias می باشد. می‌بینیم که همه الیاسز یک پترن را دنبال می‌کنند. شما باید این را هر دفعه که کانتنت تایپ جدید ایجاد می‌کنید انجام دهید. این نکات را برای ایجاد پترنز استفاده کنید. حروف کوچک را استفاده کنید. فاصله بین کلمات ندهید. کلمات را با هایفن از هم جدا کنید، نه اندرسکور. کلمه های با معنی و قابل خواندن توسط انسان در URL برای Search Engine Optimization SEO را استفاده کنید. Date Tokens را برای طبقه بندی محتوا با زمان استفاده کنید. گزینه های بیشتری برای کنترل URL Alias Pattern در Settings tab وجود دارد. در اینجا ما می توانیم سپریچر پیش فرض، لنت و غیره را ببینیم. همچنین می‌بینیم که به صورت پیش‌فرض تعدادی کلمات عمومی از پترن خارج شدند. این برای نگه داشتن endpoint به صورت فشرده و با معنی می‌باشد. به صورت خلاصه، pad auto و token modules به ما اجازه تنظیم کردن URL pattern, delete aliases و bulk generate aliases در هر زمان را می‌دهد. از حالا به بعد هر نود جدید آن پترنز که ما ایجاد کرده ایم را استفاده می کنند. حالا در مورد منیو صحبت می کنیم. ما منوز را به سایت خود بیشتر بر اساس ویوز و پیجز اساسی اضافه کرده ایم. حالا می بینیم که چگونه منو سیستم را اداره کنیم. به استرکچر بروید، به پایین بیایید و منوز را کلیک کنید. ما در اینجا تعدادی منوز مختلف که به صورت پیش‌فرض با دروپل می آیند را داریم. دقیقاً 6 منوز داریم. ما مین نویگیشن منو را می خواهیم، پس ادیت منو را کلیک کنید. در اینجا ما قادر به کلیک کردن و کشیدن و دوباره مرتب کردن لینک های منیو خود هستیم. پس هوم و آپکامینگ ایونت را به بالا میبرید. شما به هر ترتیبی که بخواهید میتوانید آنها را مرتب کنید. یک بار که انجام دادید سیو را کلیک کنید. حالا ما ایونت و آپکامینگ ایونت را داریم. حالا ایونت را کلیک کنید و به بالا ببرید و آپکامینگ ایونت را به راست ببرید. این ساب منیو را ایجاد میکند. این خیلی آسان است. سیو را کلیک کنید و فرانت پیج را ببینید. توجه کنید که حالا 4 منوز را داریم. ایونت ساب منو ما کجا رفته است؟ به خاطر داشته باشید که همه تیمز ها در دروپل ساب منوز و یا دراپ داون منوز را حمایت نمی کنند. بارتیک تیم یکی از آنها می باشد. حالا به استراکچر منوز بروید و مین منو را ادیت کنید. اپکامینگ ایونت را به اینجا بکشید و سیف را کلیک کنید. حالا اگر لینک به یک نود خاص و یا یک قسمت خاص در سایتمان را بخواهیم چطور؟ مثلا اگر من یک لینک منیو برای فورامز خود بخواهم، اول به سایت برمیگردم.
به فورم پیج بروید و یورل واقعی که سلاش فورم می باشد را کپی کنید. سپس به آنجا بازگردید و ادیت منیو و سپس اد لینک را کلیک کنید. به آن تایتل با نام فورم بدهید و لینک کپی شده را پست کنید. اگر شما یک قسمت خاص از کانتنت را می خواهید، حروف مثل F یا G را تایپ کنید، همه این نوتس ها که با آن حروف شروع می شوند نشان داده می شوند. برای مثال اگر ما A را تایپ کنیم، همه این نوتس هایی که A در تایتل دارند نشان داده می شوند. ما می توانیم آن را که می خواهیم انتخاب کنیم و آن به ما می گوید که این نوت ID نمبر 1 می باشد. اگر ما یک پات داخلی مثل توانایی اضافه کردن نود را بخواهیم، پس این /node/add خواهد بود. اگر ما بخواهیم آن را به هوم پیج لینک دهیم، این فرانت خواهد بود. اما ما /forum را که لینک به فورم است را میخواهیم. سیو را کلیک کنید و حالا ما لینک به فورم را داریم. سیو را کلیک کنید، دوباره بررسی می کنید که آیا کار می کند و بله کار می کند. برای فهمیدن بهتر با آنها بازی کنید، با این در منیو سیستم خود این آسان تر می باشد که منیو آیتم برای ویو یا یک کانتنت تایپ را ایجاد کنید. به پایان برنامه می رسیم. خلاصه می کنید، در این برنامه تنظیم کردن URL پترن منیو منیجمنت را یاد گرفتیم. این ویدیو مطابق اکویآ و او اس ترینینگ می باشد و توسط سپوکن تیوتوریل پروژکت IIT بامبی تجدید نظر شده است. ویدیو در لینک زیر خلاصه Spoken Tutorial Project می باشد. دانلود و مشاهده کنید. تیم Spoken Tutorial Project کارگاه آموزشی ارائه می دهد و به کسانی که آزمون آنلاین را قبول شوند گواهی نامه می دهد. لطفاً به ما ایمیل کنید. بودجه Spoken Tutorial Project توسط NMEICT Ministry of Human Resource Development و NDLI Ministry of Culture دولت هند فراهم می شود. ترجمه و صداگذاری شبنم اقبال. با تشکر از شما.